توی منوی ویندو هم چند تا عنوان هستش که من خیلی سریع میگم خدمتتون. خیلی ساده و راحت هستش. اولیش گو تو هست که شما رو به هر کدوم از این پنجره هایی که توی فاینال کات بخواید بهش برید میاره. مثلا فرض کنید شما بخواید از اینجا با یه شورت کات اینسپکتور رو باز بکنید، یا با این عنوان توی این منوی اینسپکتور رو باز بکنید یا ببندید. خود اینجا ببخشید از اینجا میتونید ببندید، شرمنده. هر کدوم از اینها اون چیزهایی که هایت شده رو شو میکنه. اگر باز باشه مثلا فرض کنید شما دقیقا همین کامنت چهار اینجا شو اینسپکتوره یا هاید اینسپکتور. برای براوزر باز به همینطور، برای لایبریز باز به همینطور، شو لایبریز میاد لایبری شما نشون میده، هاید لایبریز رو پنهان میکنه و الاخر اینا تمامشون کاملا مشخصه. تنها چیزهایی که اینجا الان خاکستری هست show events on second display. اگر شما دو تا مانیتور داشته باشید میتونید بگید که show viewer on second display، یعنی این پنجره رو توی مانیتور دوم نشون بده، یا event رو روی پنجره دوم نشون بده. میدیا براوزر شما همین عنوانی که این پایین داریم و قبلا صحبت کردیم روش، viewer display، این عنوانایی هستش که اینجا هست، این گوشه قبلا صحبت کردیم. و اینجا event viewer display هم دقیقا این همون عنوان برای event viewer. voice over شما برای کار voice over استفاده میشه، همینطور که الان شما میبینید میکروفون من رو داره مانیتور میکنه. چیز خیلی خاصی نداره، فقط شما میتونید ورودی رو بهش بگید که چی هست و اینی که دائم صدا رو مانیتور بکنه یا نه. این تنها نکتهش که من اگه بخوام استفاده بکنم ازش، هرچند که خیلی کم ازش استفاده میکنم، این create audition from text که من همیشه آف میکنم کدوم توی کدوم event بذاره و حالا الاخر فکر کنم خیلی راحت هست. عنوان دیگه ای که اینجا هست background tasks، قبلا راجعش صحبت کردیم که همین چیزی که اینجا هست. project properties command J رو قبلا چندین بار در موردش صحبت کردیم و مثال زدیم که همین تنظیماتیه که به تایملاین شما مربوط میشه، اگر خواستید عوض بکنید از اینجا عوضش میکنید. و اگر کارت خروجی ویدیویی داشته باشید از اینجا میتونید فعالش بکنید و ببینید خروجیش رو، یعنی از اینجا میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. revert to original layout، اگر شما لیاتتون رو تغییر بدید و مثلا یه همچه شکلی تبدیل بکنید، revert to original layout میاد لیات شما رو به همون حالتی برمیگردونه که لیات اصلی فاینال کاته. و enter full screen هم که شما رو وارد اون چیزی میکنه که توی مک احتمالا شما دیدین و full screen هستش.